سلام میکنم به همه عزیزان، مخصوصا میهمان ویژه ما خانم دکتر پور محمدی که دعوتمون رو پذیرفتن در این گفتگوی زنده به دعوت مؤسسه و سایت فرهنگی صدانت لطف کردند و وقت برای ما گذاشتن. من امید کشمیری هستم. موضوع و عنوان همونطور که دوستان در پوستر دیدن در باب اتوریته معرفتی تا دینی و اخلاقی هست. احتمالا دوستان آشنا باشند و اگر نیستن حتما دیدن یا شنیدن که یکی از هنجارها یا معیارها یا بایدهای معرفتی و اخلاقی که معمولا ما از روی روشنفکران سکولار یا معنوی دیدیم و شنیدیم این بوده که یک انسان عاقل و به اندازه کافی بالغ لازمه که خودش فکر کنه. این البته سخن اینها نیست، در واقع سخن و پیام و شعار روشنگری هم هست در مقاله روشنگری چیست کانت که در واقع به نحو مانیفست جهان مدرن هم هست، قویاً روی این تاکید شد و البته دیگر متفکران قرن 18 هم بر اون صحه گذاشتن و می‌گذاشتن و اینکه لب سخن این بود که ای انسان خودت بیندیش و خودت شهامت و جرأت اندیشیدن رو داشته باش. بر وفق این تعریف و نگاه گویی کسی که بخواد به نحوی اتکا بکنه به دیگری برای باورهای خودش، این کار خلاف عقلانیت هست و احیانا خلاف اخلاق هم هست. موضوعی که ما در اینجا قرار هست که در خدمت شما گفته باشیم اتفاقا همین هست که آیا داشتن اتوریته عقلا و اخلاقا مجاز هست یا نه. حالا ما نمیخوایم ادعای سنگینی داشته باشیم که بگیم آیا بایسته است و لازم هست یا نه. آیا ارجاع به دیگری برای باورهای خودمون امری موافق عقلانیت و اخلاق هست یا خیر؟ و البته ما سعی کنیم موضوع رو تا حدی مضاف کنیم، معطوف به اخلاق و باورهای دینی. من بیش از این وقت رو نمیگیرم، کامنت ها رو با اجازه شما و دوستان میبندم. به دوستان عزیزی هم که دارن به ما میپیوندن آرام آرام سلام میگم و دوستان دیگری که بعدا صدای ما یا تصویر ما رو هم میبینن و میشنن. در خدمت شما هستم. بله، خیلی ممنون. متشکرم از سایت فرهنگی صدانت برای اینکه این برنامه رو برگزار کردن. و همطور که توضیح دادین، الان صدا و تصویر من خوبه؟ واضحه؟ عالی، همه چیزا. خب، همطور که گفتین الان خیلی عجیبه که کسی حرف از اتوریته بزنه و توی دوره مدرن پذیرش اتوریته خیلی دشواره و همه در واقع مخالفش هستن و خیلی بدگمان هستن نسبت به پذیرش اتوریته و طرفدار اتونومی یا استقلال فکر انسان ها هستن. اتوریته به همون معنای مرجعیت که خب ما نباید تحت مرجعیت فکری دیگران باشیم، ما باید خودمون استقلال فکری داشته باشیم، اتانمی در برابر اتوریتی. و همونطور که دقیقا از عصر روشنگری شروع کردین و عصر روشنگری رو مثال آوردین، یه مثال خیلی خوبیه برای آغاز حرکت نفی اتوریته و پذیرش اتونومی، استقلال فکری انسان، که خب مورد پذیرش همه فیلسوفان عصر روشنگری بوده، از دکارت شروع شده و دکارت به استقلال فکری انسان خیلی اهمیت میداد. اون شک دستوری دکارت رو یادمون بیاد، اینکه براش واقعا خودبنیادی معرفتی انسان مهم بود، سلف ریلینس، و معتقد بود که خب همه چیز رو باید پایه پایه روی هم سوار کنه و خودش به نتیجه برسه و پیش بره. و خب بعدم که کانت خود آینی یا خود مختاری رو مطرح کرد و اینها همه خلاصه حکایت از این داره که در دوره مدرن ما نباید تحت مرجعیت فکری کسی باشیم، باورهامون رو نباید از کسی بگیریم.
بر اساس نظر کسی عمل نکنیم یا مثلا عواطف کسی رو به کار نگیریم، در هم بعد باور، هم در بعد عواطف و هم در بعد اعمال کاملا استقلال فکری خودمون رو داشته باشیم. و اون خود آینی که کانت میگفت اشاره به این داشت که انسان از هیچ کس نباید دستور بگیره و باید کاملا استقلال داشته باشه و خودش به خودش دستور بده، خود فرمان فرمایی، خود مختاری، خودش به خودش دستور بده. ولی با کمال تعجب میبینیم که معرفت شناسان در همین دوره مدرن، معرفت شناسان که خب خیلی هم حساس هستن روی این ارزش ها، از استقلال، از در واقع اتوریته دفاع کردن، از اینکه انسان تحت مرجعیت فکری دیگری باشه دفاع کردن و گفتن که هیچ مشکلی در این طرح وجود نداره. و من میخوام اینجا در واقع از پروژه فکری لیندا زایگزبسکی صحبت بکنم بر اساس همون کتاب Epistemic Authority که در سال 2012 اون رو منتشر کرده. ایشون میگه که من هیچ مشکلی در پذیرش مرجعیت دیگری نمیبینم، هیچ مشکل معرفت شناسی نداره و قدم به قدم در واقع پروژه معرفت شناسیشو پیش میبره تا اینکه این روز اثبات بکنه. و بعدم همون اول یک وعده میکنه که خیال ما رو راحت بکنه، بگه که خیلی نگران نباشید، من برای خود آینی شما هم فکری کردم، من حواسم هست به اینکه خود برای انسان مدرن خود مختاری و خود آینی خیلی مهمه و حواسم به این هست و سعی میکنم که یه جوری این طرح رو جلو ببرم که این ارزش بسیار فرهیخته انسان مدرن که خود مختاری هست اینم پایمال نشه. خب شروع میکنه ایشون طرحش رو با اینکه میگه که ما میل طبیعی داریم هممون که به حقیقت برسیم، یه natural desire for truth داریم، هممون میل طبیعی داریم که به حقیقت برسیم و همینطور یه باور طبیعی داریم که این میل طبیعی ما حتما به تحقق میرسه، ارضا میشه و ما به حقیقت میرسیم. خب پس یه باور طبیعی در واقع به این که ما یه میل طبیعی به حقیقت و یه باور طبیعی به این که این میل مثل بقیه امیال ما تحقق پیدا میکنه و ما حقیقت رو میتونیم به دست بیاریم. خب بعد حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا زایگزبسکی میگه که شما هرگز نمیتونید حرف از یقین بزنید. انسان نمیتونه یقین پیدا بکنه که حتما به حقیقت رسیده. فقط میتونه اعتماد بکنه. اعتماد بکنه به خودش که داره به حقیقت میرسه. یعنی اعتماد بکنه به اینکه قوای معرفتی که در اختیارش هست او رو داره به حقیقت میرسونه. هیچ راهی غیر از اعتماد نداره. یعنی اصلا یقین رو اصلا اول آب پاکی رو میرزه رو دست ما که میگه دنبال یقین نرید، به خاطر اینکه یک شکاف خیلی جدی و مهمی بین باورهای ما و حقیقت وجود داره. ما فقط برای باورهامون شاهد داریم، قرینه داریم که از قوای معرفتیمون اون شواهد و قرائن رو به دست آوردیم و حقیقت که اونجا اون بیرون وجود داره و خب ما فقط اعتماد میکنیم که این قوا خوبن و مناسبن و ما رو میتونن به حقیقت برسونن و حرف از هیچ یقینی نمیتونه این وسط باشه، به خاطر اینکه میگه اگر که خیلی حساس باشیم و حرف از یقین بزنیم، دسته خیلی کمی از باورها فقط دیگه تو سبد باورهای ما میمونه و اون دیگه زندگی فضیلتمندانه نیست. یادمون باشه که زایگزبسکی طرفدار معرفت شناسی فضیلت محوره، طرفدار اخلاق فضیلت محوره و معتقده که به جای اینکه حالا باورهای خیلی کمی داشته باشیم و مطمئن باشیم که اونها در واقع هیچ مشکلی ندارن، به جای اون میتونیم باورهای بیشتری داشته باشیم که زندگی خوبی داشته باشیم و با اون باورها بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. میگه اگه حرف از یقین بزنید تهش یه چند تا باور ناچیز بیشتر بر شما نمیمونه. شما لاجرم باید به همون اعتماد
کفایت بکنید، اعتماد کنید که قوای شما شما به معرفت میرسونه، قوای شناختیتون شما به به حقیقت میرسونه. و میگه که اگر که خیلی سراغ از یقین بگیرید، در واقع باعث میشه که سر از سوفسطائیگری و سر از شکاکیت در بیارین. چون که مثلا شما یه مثالی میزنه که گربه‌ای به شیشه اتومبیل شما برخورد میکنه، بعد شما میگید که خب یه گربه‌ای به شیشه اتومبیل من برخورد کرد، بعد دوباره میخواید کنترل بکنید این باورتون رو، باز هم مجبورید که به همون قوای شناختیتون مراجعه بکنید. یعنی که از بغل دستیتون بپرسید گربه نبود که به شیشه خورد. یعنی برای کنترل و ارزیابی باورهامون هم ما دوباره باید برگردیم به همون قوای شناختی. ما چیزی غیر از قوای شناختیمون نداریم برای پیدا کردن حقیقت. و وقتی که ما گرفتار این چرخه معرفتی هستیم، راهی غیر از اعتماد نداریم، که بهش میگه که اپیستمیک سیرکولیشن، یک چرخه معرفتی که از قوای حسی شروع میکنیم، باز دوباره برای کنترلشون هم برمیگردیم به همین قوای حسی. خب پس میگه که این یه خیاله که ما بخوایم که بگیم که نه، ما فقط به خودمون یقین داریم و به هیچ کس دیگه ای نمیتونیم یقین داشته باشیم. میگه شما حتی به خودتونم اعتماد دارید، فقط به قوای شناختی خودتونم اعتماد دارید که اینا میتونن شما رو به حقیقت برسونن. پس از همون اول پروژه با اعتماد شروع میشه، با تراست، اپیستمیک تراست شروع میشه، اعتماد معرفتی. من یک تحشیه با اجازه بزنم به صحبت. بله بله، زنده باشید. این بحث اپیستمیک سرکیولیشن یا همون دور معرفتی یا چرخه معرفتی، در واقع برای دوستانی که یا کم آشناترن، در واقع مسئله مهمیه. در واقع یک معضلیه توی معرفت شناسی که در واقع اون چیزی که معمولا شکاکان بیشتر بهش استناد میکنن همین دور هست. و خب برخی راهشون رو جدا میکنن، شکاکان میگن که حالا که دور هست پس هیچ باوری اعتبار نداره، و نتیجه های شکاکانه میگن من حالا نمیخوام داوری کنم. خب دیگران خب نه، معتقدن که چارگوریزی از این دور نیست، و قول مولوی هم ترازو را ترازو راست کرد. ما برای تنظیم کردن ترازو هم باز از خود ترازو کمک اون رو اصلاح بکنیم، و ما چاره‌ای نداریم بر اینکه به همین قوامون اعتماد بکنیم. و از اینجا بنابراین دو تا مفروض مهم داره حداقل شکل صحبت شما بود. یک، ما دست از یقین برداریم. دوم اینکه ما به اعتماد بها بدیم. حالا احتمالاً درباره معرفت شناسی اعتماد و اینها باید بحث بکنیم. در خدمت. وقتی که ایشون موفق میشه که همون گام اول رو به ما نشون بده که گام اول اعتماده، تقریبا میتونیم پیشبینی بکنیم که چجوری میخواد پروژهش رو پیش ببره. میخواد بگه که حالا که همون گام اول اعتماده و میتونی به خودت اعتماد کنی، چرا به دیگران اعتماد نکنی؟ حالا که تو دیگه باید یقین رو ببوسی بذاری کنار، یقینی در کار نیست، پس بنابراین نمیتونی در واقع شیفته قوای معرفتی خودت باشی و بگی اینها من رو حتما و یقینا به حقیقت میرسونن و بنابراین من هیچ دیگری رو، باورش رو، اندیشش رو، عواطفش رو نمیپذیرم، یا مثلا رفتارهایی که به من میگه رو من نمیپذیرم، چون یقین نزد منه. زایزفسکی میخواد بگه که اصلا یقین هم نزد تو نیست، اصلا اون اول با اعتماد شروع میشه. حالا که به خودت اعتماد میکنی، چرا به دیگران اعتماد نتونی بکنی؟ به دیگران هم اعتماد کن. چرا؟ میگه به خاطر اینکه همون میل طبیعی، همون دو تا گزاره که اول داشتیم، همون میل طبیعی که تو به دستیابی به حقیقت داری، دیگران هم دارن، و همون باور طبیعی که این میل تو ارضا میشه، در واقع تحقق پیدا میکنه و تو به حقیقت میرسی، دیگران هم دارن، و دیگران هم همین اعتماد طبیعی رو دارن که همین قوای خدادادیشون، همین قوای ذاتیشون اونها رو به حقیقت میرسونه. در این ستا با تو شریکن، در اون میل طبیعی، در اون باور طبیعی و در اون اعتماد طبیعی که این قوا ما رو به حقیقت میرسونن. خب حالا که در مورد خودت فقط اعتماد هست و ما چیزی بیشتر از اعتماد نداریم، خب چرا نتونیم به دیگران اعتماد بکنیم؟ و مخصوصا این که اگر که به دیگران اعتماد نکنی، این اعتماد به خودت هم میگه فرو میریزه،
یعنی تو دیگه هیچ دستمایه دیگری نداری که به خودت هم اعتماد بکنی، چون که داری میگی که خب این قوا پس غیر قابل اعتمادن، خب چرا به قوای خودت، به قوای شناختی خودت اعتماد کردی؟ بنابراین اگر بخوای به نحو سازگاری به قوای شناختی خودت اعتماد بکنی، باید به قوای شناختی دیگران هم اعتماد بکنی، چون دیگران فرق قابل ملاحظه‌ای و فرق مربوطی از این جهت با تو ندارن، تفاوتی با تو ندارن، اونها هم انسان هستن، اونها هم میل رسیدن به حقیقت دارن، اونها هم قوای شناختی دارن که باور دارن که این قوا اونها رو به حقیقت میرسونه. بعد مخصوصا این که میگه که شما اصلا از قضاوت دیگران بهره میگیرید، از زبان دیگران بهره میگیرید، یعنی مثلا وقتی میخواید که از اینکه شما به یه باوری رسیدید حرف بزنید، با دیگران حرف میزنید، اونها هم قضاوت میکنن و اونها هم کنترل میکنن، تایید میکنن، یک زبان مشترکی با هم دارید، پس معلومه که فرق قابل ملاحظه از این جهت نیست. و مخصوصا اینکه گاهی برای تایید باورهاتون به قضاوت دیگران نیاز دارید، مثل همون مثالی که گفتم که تو ماشین میگه که گربه نبود که به ماشین برخورد، از بغل دست میپرسه و اونم میگه که چرا گربه بود و بعد براش تایید، یعنی تاییدی میگیره. بنابراین ما اینجایی که شروع میکنه به این که میگه ما میتونیم که به دیگران هم اعتماد بکنیم و عقلانی هست که اگر که به خودمون اعتماد داریم به دیگران هم اعتماد داشته باشیم. و اگر که گفته بشه که خب آخه من به خودم اعتماد بیشتری دارم، دیگران رو من نمیدونم تحت چه شرایطی مثلا قوای شناختیشون رو به کار گرفتن، تحت چه شرایطی به باورشون رسیدن، اینجا البته باز نمیذاره بحث رو. زاگزبسکی بر اساس همون اصول معرفت شناسی فضیلت محوری که داره اینجا فضایل معرفتی رو مطرح میکنه، رذایل معرفتی رو مطرح میکنه، میگه که اگر ببینید که دیگری یک انحرافی داره، یعنی اینکه فضایل معرفتی رو مراعات نکرده، که از همشون مهمتر اون دوتا فضیلت مهم معرفتی هستن که صداقت و دقت هستن، ببینید که یه دیگری هست که برای به دست آوردن باورهاش صداقت نداره و دقت نداره، و همینطور بقیه فضایل معرفتی مثل جدیت یا بقیه رذایلی که باید ازشون اجتناب بکنه، مثل شتاب زدگی، مثل خودشیفتگی، مثل سوگیری، اگر هر کدوم از این رذایل رو در اون دیگری ببینید، خب اینجا معلومه که اعتماد در واقع مخدوش میشه و شما باید تشخیص بدید که اون دیگری فضایل رو رعایت کرده، مراعات کرده، که اینکه صداقت داره، در فضای صادقانه‌ای داره باورهاشو کسب میکنه و همینطور دقت لازم رو انجام داده. در این شرایط دیگه تفاوت قابل ملاحظه بین شما و دیگران نیست. در واقع میگه که این استدلالی نیست که ما براش بیاریم، این پیش فرضه که ما داریم، پیش فرضمون این هست که اعتماد میکنم به قوای خودم و پیش فرضم این هست که دیگران هم در این قوای شناختی من با من شریک هستن، بنابراین پیش فرض در مورد دیگران هم اعتماده، مگر اینکه شرایطی پیش بیاد که شما این اعتماد براتون از بین بره و بی اعتمادی تبدیل بشه. این یه پیش فرض، یعنی مثلا متوجه بشید که طرف متعصب هست، شیفته هست، خود شیفتگی داره، سوگیری داره و در اون صورت شما اعتمادتون رو به اون از دست میدید. و در اینجا میگه که اگر باز هم شخص اصرار بکنه بگه که من چیکار کنم، من باز هم به خودم بیشتر اعتماد دارم تا به دیگری، و وقتی که خودم یه باوری رو به دست میارم اونجا میتونم اعتماد بکنم، در این صورت زاگزبسکی میگه که تو عاشق حقیقت نیستی، حقیقت رو دوست نداری، دغدغه حقیقت رو نداری، تو دغدغه خودت رو داری و به نظر میرسی که تو خودشیفته هستی، عاشق حقیقت نیستی بلکه عاشق شواهد و قرائنی هستی که خودت به دست آوردی، و در این صورت میگه که باید خوب یه تجدید نظری انجام بدی، ولی اگر که صرفاً دغدغه حقیقت داشته باشی، فرقی بین اعتماد به قوای شناختی خودت و اعتماد به قوای شناختی دیگران وجود نداره و اونها هم به همین شکل سزاوار اعتماد هستن. و البته یه نکته‌ای که اینجا میگه این هست که
باز هم البته اعتماد به دیگران از مسیر اعتماد به خود میگذره. یعنی اینکه ما درسته که اینجا میگیم خود گرایی معرفتی باطله، اینکه شخص اپیستمیک اگویست باشه باطله، خودگرای معرفتی باشه باطله و فقط بخواد باورها رو خودش به دست بیاره، ولی اینکه شخص اپیستمیک اگو سنتر باشه این باطل نیست. یعنی اینکه خودمحور باشه، یعنی بگه من اعتمادم به دیگران از مسیر اعتمادم به خودم میگذره، چون در مرحله اول به خودم اعتماد کردم و به قوای شناختی خودم اعتماد کردم، دیدم که میتونم یک اعتماد مشابهی رو به قوای شناختی دیگران داشته باشم و از این جهت میخواد باز اون خودمحوری یا خودمختاری انسان مدرن رو به عنوان ارزش مدرنیته حفظ بکنه و بگه که همه چیز از من شروع میشه، از اعتماد من به خودم تا سرایت پیدا میکنه به اعتماد به دیگران. بعد وارد اعتماد به عواطف میشه. کلن خب زایگزبسکی عواطف براش قوه شناخته، منبع شناخته، خیلی فرق میکنه با فیلسوفان دیگهی که اصلا به عواطف اهمیت نمیدن. میگه که عواطف انسان در واقع حقیقت رو به ما بازنمایی میکنن. اگر که من در موقعیتی میترسم، معلومه که یک امر ترسناکی اونجا تو خارج وجود داره و عواطف ما واقعا منبع شناخت ما هستن. از بین این عواطف یک عاطفه رو زایگزبسکی بولد میکنه، یک عاطفه رو بهش خیلی اهمیت میده و اون عاطفه تحسین دیگرانه. میگه که ما گاهی دیگران رو ستایش میکنیم، تحسین میکنیم. برای چی تحسین میکنیم؟ برای اینکه اون دیگری رو در یک کاری از خودمون داناتر و تواناتر میبینیم، از خودمون با تجربه تر میبینیم و اون رو شروع میکنیم به ستایش کردن و تحسین کردن. این عاطفه تحسین و ستایش برای ایشون مهمه و میگه که این میتونه باعث بشه که ما برسیم به اون الگوهای ستایش شده که میخوایم باورهامون و عواطفمون و اعمالمون رو از اونا بگیریم و باعث میشه که برسه به اون اجتماعات برگزیده که میخوایم باورها عواطف و اعمالمون رو از اون اجتماعات بگیریم. یعنی این عاطفه تحسین خیلی اهمیت داره. هر دیگری نه، اینکه من اعتماد میکنم به دیگری، خب دیگری ها زیادن، حرفای خیلی زیادی هم میزنن، من به کدوم دیگری اعتماد میکنم؟ اون دیگری که من او رو ستایش میکنم. چرا ستایش میکنم؟ چون او رو در موضوعی و در مقولهی داناتر و تواناتر از خودم میابم به دلیل تجربهی که کسب کرده. و اینجا در واقع دیدیم که عاطفه تحسین و ستایش خیلی مهمه برای اینکه زایگزبسکی از این اعتماد برسه به اتوریته، طرح خودش رو از اعتماد به دیگران گسترش بده و برسه به پذیرش اتوریته دیگران. این عاطفه تحسین از این جهت براش مهمه. یواش یواش داریم به اون حرف اصلی و مهم نزدیک میشیم، الگوهایی که ما میتونیم از اونها تقلید بکنیم. تقلید برای انسان مدرن اصلا پسندیده نیست و خیلی نگرانه نکنه که توی زندگیش از باورهای دیگری یا از عواطف دیگری یا از اعمالی که دیگری انجام میده تقلید بکنه. ولی خیلی جالبه که بدونیم در همین روزگار مدرن یک معرفت شناس درجه یک آمریکایی با اون همه اهمیت، با اون همه شهرت داره میگه که شما میتونید تقلید بکنید. شما میتونین که کسی رو به عنوان مرجع فکری خودتون برگزینید. شما میتونید حتی از عواطف اون تقلید بکنید. مثلا اگر که اون خوشش بیاد از گیاهخواری، شما حتی اگه خودتون هیچ دلیل محکمی برای گیاهخواری ندارید، چون اون کسی که او رو ستایش میکنید، تحسین میکنید گیاهخواره و نسبت به گوشتخواری انزجار داره، شما هم میتونید مثلا گیاهخوار بشید. یعنی در عواطف هم، یا اینکه در اعمال، مثلا یه سری کارهایی که انجام میده شما همون کارها رو تکرار بکنید و عمل بکنید.
بحث تقلید رو اینجا مطرح میکنه که ما میتونیم از دیگران خودم داشتم. بله این بحثی که تکسیبسی مطرح میکنه همون بحث گواهیه دیگه، درسته یا فرقی داره؟ یعنی به جای گواهی واژه اتوریته رو به نظر شما فرقی دارن این دوتا؟ گواهی تستیمونی یکی از منابع معرفت ماست، منبع منتقل کننده معرفته، یعنی اصلا ما منابع تولید کننده معرفت که داریم حس و عقل و یه منبع هم منبع نگهدارنده معرفت داریم، حافظه، یه منبع شناخت دیگه داریم که اون گواهیه یا شهادت تستیمونی که اون منبع منتقل کننده معرفته، معرفت رو از کسی به دیگری منتقل میکنه. خب الان میخواد که بر اساس همین طرح اعتماد به خود و بعد گسترشش به اعتماد به دیگری از حجیت گواهی دفاع بکنه و گواهی رو فقط در حد گواهی نگه نداره و اون رو در واقع پیش ببره به سمت اتوریته و مرجعیت، چون که گواهی و شهادت خب پایین تره به لحاظ معرفت شناسی تا اتوریته. گواهی و شهادت رو خب حتی معرفت شناسانی که نمیپذیرن اتوریته رو هم اونها هم قبول دارن گواهی رو، اینکه مثلا ما همه چیز رو خودمون براش استدلال نداریم و خودمون حس نکردیم، از توی کتاب تاریخ میخونیم، از کسی میشنویم، از یکی میپرسیم ساعت چنده، ما میگه مثلا ساعت فلانه، اینا همه باورهایی هست که ما از روی گواهی به دست میاریم. اینجا یه خورده فرق میکنه و خلاصه گواهی تبدیل میشه به پذیرش مرجعیت و اتوریته. بله خب پس من هنوز برام روشن نشده که خب ما اولا فیلسوفان بسیاری داریم که اولا که تقریبا اجماع هست دیگه که گواهی رو منبع شناخت میدونن به جز کسانی که حالا تقلیدگرا هستند و گواهی رو فرو میکنن به منابع دیگه، ولی در مجموع همطور که میدونید بهتر میدونید خب گواهی رو قبول هم معرفت شناسی. حالا میمونه گواهی هایی که قلمروهای خاص مثل دین یا اخلاق که حالا سر اون اختلاف نظر هست، که باز هم در اونجا هم برخی فیلسوفان دین و اخلاق معتقد به گواهی اخلاقی و دینی هستن، برخی هم نیستن. اگر در واقع مخاطب بپرسه که من تشخیص بدم این اتوریته است، این گواهیه، ما چی میگیم؟ من الان یک مقاله جلو دستم هست از همین خانم زاکتبسکی، A Modern Defense of Religious Authority، حتما خوندیدش که در واقع احتمالا چکی از همون کتابش. اینجا به این آقای ریز ارجاع میده، جوزف ریز، که در واقع یک فیلسوف سیاسی قرن بیستومه توی حوزه سیاست و میگه خب یک نقطه عطفی هم هست، کتابی داره به عنوان The Morality of Freedom، اخلاق آزادی، یا اگر درست بگیم. خب حالا توضیحات بعدش که برای دوستان میگم، نهایتا حرفش اینه، یعنی فرقی با فیلسوفانی که دفاع از گواهی میکنن نداره، میگه که ما همونچنان که این آقای رئیس تو عرصه سیاست و قانون قائل به اتوریته است، میگه که ما خودمون، یعنی ما در عین حفظ اتونومی خودمون همونطور که شما اشاره کردید میریم قوانین رو حاکم میکنیم بر خودمون و کسانی که قوانین رو بر ما حاکم میکنن میشه تحت شرایطی موجه باشه، به شرط اینکه من بالاخره تحلیلی کرده باشم، از یه سری فیلترهایی گذرونده باشم و خودم یه اتوریتی بیارم به شرط ها و شروط ها. خب ما هم چرا این کارو نکنیم؟ داکسپسی، خب ما میتونیم این کارو تو اخلاق و دینم انجام بدیم و اوضاع دیگه. خب من تا اینجا باز فرقی بین گواهی ندیدم. باز کسانی معرفت شناسان مدافع گواهی چه توی حوزه اخلاق چه توی دین، اونها هم تقلید به معنای، حداقل من ندیدم تقلید معنای در بست بیچون و چرا قائل نیستن، میگن این هم بالاخره ضوابطی داره، هنجارهایی داره. خب زاگزبسکی هم همین رو میگه، من میگم که فرق اتوریته با گواهی چیه؟ یعنی اگر شما اشاره کنید بگید اتوریته اگر قوی تره چیش قوی تره؟ الزامش قوی تره؟ یعنی
من میتونم گاهی به یک سری اتوریتا اعتماد بکنم، ولو اینکه به اون مبناهای عقلی خودم صدمه بزنه. اگر این باشه که خود ساکسپسی میگه نه ما این کار نباید بکنیم، باید ببینیم چه فضائلی داره. بله، زاگزفسکی حرف از اتوریته گواهی میزنه. گفتم که درجه این گواهی رو بالاتر میبره و حرف از این میزنه که گواهی دیگری برای من جنبه اتوریته پیدا بکنه، برای من جنبه مرجعیت پیدا بکنه، یعنی من از او تقلید بکنم در همه ساحتهای باورها، عواطف و اعمالم. شما توی گواهی دیگه عاطفه رو از کسی نمیگیرید، عواطفتون بر خودتون، و همطور تو گواهی اعمالتون رو از کسی تقلید نمیکنید. باورها رو در شرایطی که شمرده شده توسط معرفت شناسا، باورها رو در یک شرایطی از منبع گواهی دریافت میکنید. ولی خب اینجا بحث سر اینه که اون هم باورها، هم عواطف و هم اعمال رو از منبع اتوریته دریافت میکنه، و اینکه اون منبع گواهی رو دیگه خودش نمیره مجدد چک بکنه، خودش نمیره مجدد اون مسیر رسیدن او رو به اون باور چک بکنه و کنترل بکنه. همون اعتماد اولیه و الگو گرفتن اولیه کافیه. با چه بیانی؟ با این بیان که میگه اتوریته شخص گواهی دهنده، اتوریته شخص گواهی دهنده در صورتی برای من پذیرشش موجه هست که من از خودم این سوال رو بکنم که اگر من باورم رو از این شخص گواهی دهنده بگیرم، عواطفم رو از این شخص بگیرم و اعمالم رو از این شخص بگیرم، در مقایسه با حالتی که بخوام خودم به تنهایی باورم رو به دست بیارم و عواطفی رو به دست بیارم که مثلا مطابق با واقع هستن و همطور اعمالی رو که بدونم حالا درست هستن بخوام انجام بدم، در مقایسه با اون حالتی که میخوام خودم تنهایی تلاش بکنم به باورهای درست، عواطف درست و اعمال درست برسم، اون حالت اول من رو بیشتر به صدق نزدیک بکنه و من رو بیشتر از کذب دور بکنه. و این سوال رو اگر که شخصی از خودش بکنه و پاسخش مثبت باشه، بگه که اگر من به این شخص گواهی دهنده اتوریتش رو بپذیرم و باورها و عواطف و اعمالم رو ازش بگیرم، در مقایسه با حالتی که بخوام خودم به تنهایی این باورها رو کسب بکنم و این عواطف رو و این اعمال رو، بیشتر به صدق نزدیک باشم و از کذب دورتر باشم، اگر پاسخش مثبت باشه خب میتونه اتوریته این شخص گواهی رو بپذیره. ببینید فقط میگم از دو جهت میتونم بگم فرق دارن، یکی از جهت این که اتوریته هم در باورها هست، هم در عواطف هست، هم در اعمال، و دیگری این که شما دیگه چک نمی کنی که اون شخصی که داره گواهی میده اون شخص دقیقا دلایلش چیه و ازش قرینه و دلیل نمیخوای. ما توی گواهی در واقع اگرم خودمون نتونیم مثلا دلیلی پیدا بکنیم، از شخص دلیل میخوایم، یعنی ما یا خودمون اون باور رو تولید کردیم با حسمون یا با عقلمون، یا یعنی اینکه کسی به ما گفته و ما از اون مطالبه دلیل میکنیم. دلیلشو باید به ما بگه، دلیلشو باید به ما بگه، و بر این اساس گواهی حجیت پیدا میکنه. ولی اینجا توی اتوریته به هیچ وجه مطالبه دلیل نمیشه، همه نکتهش همینه، یعنی میگه شما تقلید میکنید دیگه، به هیچ وجه مطالبه دلیل نمیشه و کاملا هم میگن کافیه، کافیه اینکه شما مطالبه دلیل نکنی و بپذیری باورهای اون شخص رو و عواطفش و اعمالش رو، کافیه. و به خاطر اینکه شما داری یک کاری رو به صورت درست انجام میدی، چون که یه واژگان تخصصی اینجا زاگزبسکی داره، خیشتن نگری وجدان مدارانه خودت رو اینجا داری بهش اهمیت میدی، داری از سر وجدان
باوری رو به دست میاری. چرا از سر وجدان؟ چرا؟ چون همون الگویی که انتخاب کردی دقت کردی، اون الگو مورد ستایش تو بوده، در حالی که ما توی گواهی میبینیم که شخص باید دلیلش رو مطرح بکنه. شخص گواهی دهنده دلیلش، حالا مثلا دلیلش رو مطرح نمیکنه، به هر حال یه جوری به صورت ضمنی باید این دلیل وجود داشته باشه. مثلا ما به باورهای علمیمون رو عمدتا از روی گواهی به دست آوردیم دیگه، اینکه خودمون که نرفتیم ببینیم مثلا زمین گرده، از راه گواهی به دست آوردیم، ولی به صورت پنهانی میدونیم که دلایلی براش مطرح شده، دلایلی وجود داره، ولی اینکه من الان نتونم اون دلایل رو بگم. من انگار در پذیرش گواهی استناد دارم میکنم به اون دلایلی که شخص گواهی دهنده داره میگه، و به استناد اون دلایلی که حالا شاید الان نگه برای من، شاید از نظر من پنهان باشه، شاید حتی اگه بگه من نفهمم، ولی حواسم هست که با اون دلایلش دارم میپذیرم حرفشو. ولی در مورد اتوریته اصلا شما مطالبه دلیل نمی کنی و منبع اتوریته هم به شما دلیل نمیده، چون شما اون رو ستایش کردی، فقط همین که دیدی که در یه زمینه تجربه داره، تخصص داره، مورد ستایش شماست، الگوی شما قرار گرفته، داناتر و تواناتر از شماست، بنابراین توی همون موضوع، نه توی همه وجوه زندگی، توی همون موضوع و توی همون قلم رو اگر که باور مربوطی هست ازش اخذ میکنی، اگر عاطفه مربوطی هست ازش اخذ میکنی و عمل مربوطی هست ازش پیروی میکنی، فقط توی همون موضوع. و البته میگه که همینم قابل بازنگریه و مثلا بعدها اگر شخص دید که منبع اتوریته دیگه مطابق با این معرفت شناسی فضیلت محور باورش رو به دست نیاورده، مثلا اون صداقت، جدیت و دقتی که توش سابقا میدید و بر اساس اون اونو به عنوان الگو انتخاب کرده بود دیگه توش نمیبینه، میتونه اصلاح کنه، میتونه بازنگری کنه، میتونه منبع اتوریتش رو عوض بکنه. و توی گفتمان دینی در واقع مرجعیت در شیعه هم دقیقا ما همینو میبینیم، یعنی شما یه مرجع تقلید که انتخاب میکنید واقعا از اون مطالبه دلایلش رو نمی کنید، دارید می بینید که اینجا گواهی نیست بلکه اتوریته است، مطالبه همه دلایل رو ازش نمی کنید، ازش باورها رو تو اون موضوع خاصی که دارید تقلید می کنید می پذیرید. و حتی یه سری حالا عواطف رو هم حتی به این شکل، یعنی مثلا اگر که بگه که باید اومد بیرون تو خیابون، باید مثلا عزاداری کرد، میرن، یعنی عواطفشون هم حتی به همین شکل پیروی میکنن، اعمال رو پیروی میکنن، مطالبه دلیل هم نمیکنن و میتونن عوض بکنن مرجع تقلیدشون رو، میتونن که عوض بکنن، جابجا بکنن بر اساس اینکه، یعنی مثلا همون اعتماده و همون صداقت، جدیت، اون دقت رو احساس میکنن جابجا شده و میتونن عوضش بکنن. این طرح زایزوفسکی خیلی نزدیکه به این چیزی که الان در واقع ما داریم تو فقه شیعه. من فکر کنم اتفاق میشه خیلی بحث جالبی بشه اگر یک گفتگویی بشه بین اون موازینی که در اصول فقه هست برای اتکا به مرجعیت در مرجعیت فقهی با این معرفت شناسی زاکسیتسکی، حداقل اگر نگیم حداقل مرجعیت شناسی گواهی، چون اول خب شرط اولش اون عاطفی تحسین هست که ما باید فقیه رو تحسین کنیم، یه خورده این کار رو سخت میکنه. دومی که این تغییر توی ادبیات اصولی ما یا مرجع باید فوت کنه یا علم پیدا بشه، ولی انگار شاید توی این نگاه زاکسیبسکی ما تکثر الگوها معنا دارن، من بتونم از الگوهای معرفتی یا اخلاقی مختلفی کمک بگیرم که این، حالا فکر میکنم هر دوی این نگاه بتونن به همدیگه برای همدیگه بصیرتهایی داشته باشن. خب ما بحث رو دور نکنم، ممنونم از توضیحاتتون. خب خانم دکتر درباره این هم صحبت کنیم، در قلمروی دین و اخلاق در واقع وقتی بهم. همین بحثه که شما مطرح کردید، ساحت باورها، ساحت عواطف و ساحت اعمال ما تحت این شرایطی که از فیلترهای فضیلت مدارانه گذر بکنن، ما میتونیم به کسی اتکا بکنیم به شکل یک اتوریته. حالا این
در قلمرو دین و اخلاق اینجا دیگه ساحت باورها و اعمال و عواطف دینی وسط میاد، اخلاقی وسط میاد، در حوزه دین هم ساحت باورها، عواطف و اعمال دینی به میان میاد. ظاهرا همین موازین رو توی حوزه اخلاق و دین هم میپذیره زاکرتسکی. اگر چیزی غیر از این هست توضیح بفرمایید که احتمالاً شاید قسمت نقد و بررسی هم بهش برسیم. بله، دقیقا همینطوره، همه حرفا رو میزنه که برسونه به حوزه ثمره‌ای داشته باشه بحثش و برسونه به پذیرش اتوریته اخلاقی و پذیرش اتوریته دینی، و بعد میگه که خیلی هستن که با من هم نظر نیستن، میگن که شاید توی چیزای دیگه بتونیم با تو همراهی بکنیم، ولی پای اخلاق که بیاد وسط دیگه باید هر کسی خودش با وجدان اخلاقی خودش مثلا تصمیم بگیره، واقعا باورها و شهودهای اخلاقی خودش رو داشته باشه. و همینطور دین که دیگه اصلا ما اینو میبینیم که همه بزرگان دینی ما رو دعوت میکنن به اینکه خب مثلا تقلید نکنید، حداقل باورهای اساسی دینیتون رو بر اساس تقلید به دست نیارید، اینها رو باید واقعا خودتون براش دلیلی داشته باشید، ولی اینکه دلیلتون خیلی ساده باشه، یه دلیل ساده ای برای وجود خدا یا حیات پس از مرگ داشته باشید کافیه، ولی تقلید نکرده باشید، اونو خودتون بهش رسیده باشید. میگه که اتفاقا من میخوام بگم که توی زمینه اخلاق ما میتونیم کاملا باورهامون رو از اتوریته بگیریم، و همطور تو زمینه دین. تو زمینه اخلاق میگه که بیشتر روی همین الگوهای ستایش شده تاکید میکنه، برای اینکه زایگزفسکی یه معرفت شناسیه که انگیزش محوره، چون عاطفه گرا هست، عرض کردم به عواطف خیلی اهمیت میده و انگیزش محورم هست و الگوگرا هست. حالا اینا هر کدوم تعاریف خودش رو داره. انگیزش رو چرا بهش اهمیت میده؟ میگه به خاطر اینکه شما فقط وقتی که باور اخلاقی داشته باشید، یا اینکه این باور اخلاقی رو از یه گواهی بگیرید، انگیزه پیدا نمی کنید که برید بهش عمل بکنید، ولی شما برای کار اخلاقی باید انگیزه داشته باشید. و این نیروی انگیزش همون الگویی هست که شما اون رو برمیگزینید و اون رو ستایش میکنید و میخواید که ازش اون باور اخلاقی رو بگیرید. مثلا میگه که بحثی که میشه در مورد همین گیاهخواری رو مثال میزنه، سقط جنین رو مثال میزنه، میگه که سقط جنین شما میخواید که بگید که جایز نیست، به لحاظ اخلاقی جایز نیست. این رو زمانی برانگیخته میشید که در موردش کاری انجام بدید، در موردش حرفی بزنید، دفاع بکنید از اون جنین هایی که میخوان کشته بشن، نذارید اونها کشته بشن. زمانی شما به پا میخیزید و فعل اخلاقی انجام میدید که برانگیخته بشید. صرفا یه باور اخلاقی فایده نداره که حالا این باور اخلاقی رو یا با استدلال به دست آورده باشید یا با مثلا از راه گواهی. حتما باید یک الگویی باشه که اون الگو مورد ستایش شما باشه. اون مثلا باور ناروایی سقط جنین رو به شما داده باشه و شما برانگیخته بشید برید براش کاری انجام بدید. و اجتماع برگزیده رو هم مطرح میکنه در زمینه اتوریته اخلاقی، الگوی ستایش شده، اجتماع برگزیده. این اجتماع برگزیده یعنی چی؟ اجتماع برگزیده میگه که اولا نباید خیلی بزرگ باشه، مثل اعضای یک کشور خیلی بزرگن، زیاده. این من شما نمیتونید بگید که من هرچی کشورم میگه همونو میگم، چون این اجتماعی نیست که شما اون رو گزینش کرده باشید، خیلی بزرگه. و اینکه نمیتونید بگید مثلا خیلی هم نباید که این اجتماع در واقع نباید هم غیر اختیاری باشه، مثلا شما بگید هرچی خانوادم میگم، چون خانوادتون رو شما انتخاب نکردید. باید این اجتماع برگزیده باشه به این معنا که هم اونقدر بزرگ نباشه مثل اعضای کشور، کوچیک باشه، هم که این اجتماع غیر اختیاری نباشه، بلکه مثلا مثل خانواده نباشه، اراده توش باشه. خب حالا اجتماعات اخلاقی متنوعی وجود دارن، هر کدوم یه دیدگاه اخلاقی دارن. مثلا در مورد همین موضوع سقط جنین هر اجتماعی یه جوری فکر میکنه،
اون کسانی که طرفدار حقوق زنان هستن یه جور فکر میکنن، خود اجتماعات معلولان یه جور فکر میکنن. به اون این در واقع اختلافات اخلاقی گسترده‌ای که اینجا پیش میاد، میگه که این بحث اتوریتی اخلاقی خیلی میتونه کمک بکنه، بحث‌های دیگه خیلی نمیتونه کمک بکنه. اینکه شما مثلا بشینید بحث اخلاقی بکنید، حالا تا کی میخوان بحث اخلاقی بکنید؟ یه کسی یه مبنای اخلاقی داره، یه کسی مبنای اخلاقی دیگه ای داره، هیچ وقت شما نمیتونید آخرش داوری اخلاقی بکنید چون اختلاف تو اخلاق زیاده. ولی میگه که اون اجتماعی که شما اون رو برگزیدید، اونها هر داوری اخلاقی که داشته باشن میتونه مورد توجه شما قرار بگیره و میتونه مثلا منظر اخلاقی شما باشه. چرا؟ چون شما با خودتون دوباره همونو میگید، همون اصل اتوریته. اگر من به تنهایی بخوام باور اخلاقی خودم رو کسب بکنم در مقایسه با این که ما یعنی همون اجتماع برگزیده بخوایم باور اخلاقی خودمون رو کسب بکنیم، کدوم حالت احتمال رسیدنش به صدق بیشتره و احتمال پرهیزش از کذب بیشتره؟ و بعد به خودتون جواب میدید که ما همین اجتماعی که من اون رو برگزیدم معتقده که اینقدر تکثر توی مسئله اخلاق زیاده که تنها راهش همین پذیرش اتوریته اخلاقی، مثلا راه های دیگه جواب نمیده. و در مورد دینم یه توضیح کوتاهی بدم. در مورد دین میگه که اصلا دین رو مگه کسی جز با اتوریته میپذیره؟ مگر که ما دین رو از طریق گواهی الهی نپذیرفتیم، گواهی الهی divine testimony، که حالا مظهرش در سنت دینی ما هست، در کتاب مقدس و در قرآن کریم هست. زاگرفسکی خودش مسیحی معتقد هست و میگه که مگر که اصلا راهی غیر از این برای پذیرش دین هست؟ دین اصلا فقط از مسیر گواهی به ما میرسه، اصلا راهی غیر از گواهی نداره، که از مسیر سنت دینی و از مسیر کتاب مقدس به ما میرسه. و کسی میگه که عمدتا استدلالی نداره به اون شکل برای باور دینیش، یا اینکه دلایل رو به اون شکل خیلی کنترل و ارزیابی نمیکنه، بر اساس همین که یک اجتماعی رو برمیگزینه و یک الگوهایی رو برمیگزینه، باورش رو، باور دینیش رو به دست میاره. و مثلا اگر بخواد که از مسیری غیر از در واقع پذیرش اتوریته کسی باور دینیش رو به دست بیاره، میگه که دین الهی رو بهش پایبند نمیشه، احتمالا مثلا یه دئیسمی هست، یه الهیات طبیعی هست، خدای یعقوب و عیسی و موسی و محمد نمیشه، اون یه دینیه که حالا بر اساس فکر و استدلال اینها به دست اومده. ولی اگر بخواد مثلا همین ادیان بزرگ باشن که در جهان گسترش پیدا کرده، اینها از مسیری جز گواهی به ما نرسیدن. در واقع پس شد اتوریته اخلاقی از راه الگوهای ستایش شده و اجتماع برگزیده، و اتوریته دینی از راه پذیرش گواهی الهی، سنت دینی و کتاب مقدس. ما باورهامون رو، عواطفمون رو و اعمالمون رو از طریق همین سنت دینی که درش قرار گرفتیم به دست میاریم و سوالم نمی کنیم، خیلی انجامش میدیم، بر اساس همون باورها و عواطف و اعمال انجامش میدیم. اگر نمازی هست، روزه‌ای هست، حجابی هست، انجامش میدیم. خیلی نیازی نیست که راجبش صحبت بکنیم، بحث بکنیم، چون که ما به این سنت اعتماد کردیم. از میان سنت‌های دینی متفاوتی که وجود داره ما این سنت رو انگار برگزیدیم. اولش مختاریم یه سنت دینی رو برگزینیم، سنت دینی مسیحیت، یهودیت یا یه چیز دیگه، ولی الان که مثلا این سنت دینی رو که برگزیدیم، قطعا برای ما الگوهای ستایش شده ای توش وجود داشته، قطعا یه چیزی داشته که ما مثلا این سنت رو انتخاب کردیم و این سنت برگزیده ما هست از میان سنت‌های دیگه.
حالا که انتخابش کردیم دیگه لزوم نداره که برای تک تک این اعمالی که میخوایم انجام بدیم، برای تک تک عواطف، برای اون تولا، برای اون تبرع، برای دوست داشتن پیامبر اکرم، برای دوست داشتن ابو عبدالله، برای انجام جهاد، برای روزه، نماز و برای باور به خدا و حیات پس از مرگ، تک تک دلیل مستقلی داشته باشیم. نه ما میتونیم تقلید بکنیم. اینجایی که میرسونتش به همین چیزی که اولش وعده کرد که من صبور باشید، من حواسم به اتونومی انسان مدرن هست، من حواسم هست که برای انسان مدرن این میل فرهیخته و این میل بسیار تکامل یافته وجود داره که دوست داره اتونومی و استقلال خودش رو حفظ بکنه. وعده‌ای که اول کرد اینجا جاشه که بهش وفا بکنه و اینجا میگه که ببینید این پذیرش اتوریته از مسیر من میگذره، از مسیر من، بنابراین اتونومی و استقلال فکری من له نمیشه، از بین نمیره. منم که تشخیص میدم کدام الگو را ستایش بکنم و بنابراین باورهای اخلاقی و باورهای دینیمو از اون بگیرم. منم که تشخیص میدم کدوم شخص یا کدوم اجتماع رو در یه زمینه‌ای از خودم برتر میبینم و تشخیص میدم که مثلا باورم رو از اون بگیرم. پس میبینید که این اتوریته اولش منم، یعنی منم که باید انتخاب بکنم الگوی خودم رو، منم باید انتخاب بکنم اجتماع برگزیدم رو، و وقتی که انتخاب کردم خب دیگه سمعن و طاعتا باورهامو از اون میگیرم. انگار که یه جوری خلاصه داره تلاش میکنه، حالا دیگه داوریش با شما که آیا تلاشش موفقیت آمیز هست یا نه، ولی داره تلاش میکنه که به این میل فرهیخته انسان معاصر که استقلال فکر هست و اینکه همه چیز از مسیر من بگذره احترام بگذاره. بله بسیار عالی، ممنونم. من یه نکته بگم، من چون خیلی علاقه دارم به آرای خانم زنگزفسکی، کار خانم پورمامدی کار دشواری بود، چون ادبیات ایشون، ادبیات خانم زنگزفسکی خیلی تحلیلی نیست و جمع و جور کردن اون و در واقع دقت تحلیلی واردش کردن کار سختیه. درسته خودش دسته بندی هایی میکنه، ولی یه جوری من هر وقت میخونم میگم حس میکنم خانم زنگزفسکی دست به قلم شو داره مینویسه بر خودش، خیلی درگیر و داره، خیلی اون دقت های ریز نیست، اگرچه پر از بصیرت واقعا. از این جهت من واقعا ممنونم، خیلی خوبی مطرح کردید. من حالا دوستان خواهش مندم اگر سوالی نکته دارن در قسمت این علامت سوال question مطرح بکنن که برای ما بیاد. حالا تا اونجا تا وقتی که دوستان سوالاتشون بیاد، من کامنت ها رو هم باز هم میکنم. تا وقتی که دوستان میپرسن، خانم پور محمدی، من میخوام از خودتون بپرسم، یعنی خود خانم پور محمدی، نظرتون درباره در واقع این رؤوس اصلی همین نظر زاکسپسکی چیه؟ چقدر باش هم دیدی؟ یا کجاهاش باش خیلی تو کتتون نمیرسه؟ زایگزفسکی اصلا کلا میگه که خیلی فکر نکنید که من نظریم هنجاری هست ها، من اصلا اینجا حرف هنجاری نمیزنم، من دارم اینجا حرف توصیفی میزنم. میگه اصلا من در مقام بیان نورمتیو نیستم و من دارم دسکریپتیو بحث میکنم. من دارم میگم شما انسان ها اینجوری هستید، شما تقلید میکنید، حواستون نیست و مثلا خیلی ادعا دارید که ما همه چیز رو خودمون به دست میاریم، همه باورهامون رو خودمون براش استدلال میکنیم، عواطفمون همینطور. میگه شما تحت تاثیر دیگران هستید تو زندگیتون و دارید تقلید میکنید دسته زیادی از باورهاتون، دسته زیادی از عواطفتون و دسته زیادی از اعمالتون تقلید دیگرانه. و من دارم میگم که حالا که اینجوریه میخوام به شما این خودآگاهی رو بدم که این کار به لحاظ معرفت شناسی مجازه و موجهه و قابل دفاعه. من در پروژه‌ام میخوام نشون بدم که این مجاز و موجه و معقوله. معقوله یعنی فکر نکنید که دارید کار غیر عقلانی انجام میدید. میگه همه انسان‌ها باورهاشون رو از همین مسیر اتوریته کسب میکنن.
و بله اصلا فرصتی نیست برای اینکه یه آدم تو زندگیش بخواد همه باورهایی که داره بر اساس استدلال یا مشاهده خودش به دست بیاره و همه تحت تاثیر این اتوریته هستند. بله خب البته خانم پور محمدی، حالا من دوستان بعضی عزیزان ملاحظاتی مطرح کردن، اونها رو هم میگم. خب درسته که میگه من دیسکریپتیو صحبت میکنم، ولی خب تعارف که نداریم، چون من دارم میخونم دیگه، دونه دونه دارن استدلال رو رد میکنن. بعد همین استناد به جوزف ریز به خاطر همینی که بگه اون آقای ریز از عقلانیت هدف وسیله کمک میگیره و نهایتا تجویز میکنه، وقتی میگه توی معرفت شناسی هم مجازه، ما معرفت شناسی توصیفی که نمیخوایم حرف بزنیم، اونم نمیخواد حرف بزنیم. یعنی همین جواز یک جواز عقلانی، وقتی پای جواز عقلانی وسط میاد بس هنجاری میشه. البته خب زاکسپسی ممکن راحت بگه خب نه من مشکلی ندارم، یعنی چون توی مبانی اون خیلی تفاوت زیاد، یعنی حائلی بین مقام هستا و بایدها نیست، من وارد اون دقایقش نمیشم، ولی این توی ذهن من میاد. اگرچه من هنوز به نظرم جای دقت خیلی بیشتری داره بحث اتوریتش، یعنی به طبق اون بصیرت هایی که توی معرفت شناسی بوبایی هست میشه واقعا اون رو اصلاح کرد، ولی من وارد اون نمیشم. همون یک خواننده این در ذهن من میاد، بله قبول، ما سراغ گواهی میریم، حتی اتوریته میریم، کمی که خود خانم زاگرسی میگه اصلا علم در جهان مدرن شده یک اتوریته دیگه. یعنی فکر نکنید اتوریته چیز خیلی بدی، اگرم بد باشه شما شب و روز دارین استناد کنید به انواع اتوریته توی فیزیک و زیست شناسی و زیست شناسی و پزشکی و از این قبیل، بنابراین خیلی اگرم چیز بدی باشه ما همه جا داریم ازش استفاده میکنیم. ولی به نظر نمیاد که وقتی که پای قلمرو اخلاق به میان میاد یا قلمرو دین به میان میاد، پای عواطف و احساسات خیلی بیشتر وسط میاد، وگرچه باز زاگرسکی باکی نداره، میگه اساسا من معتقدم ساحت باورها کاملا متأثر از عواطف و عواطف شأن شناختی داره، اینم درست سلم. اما آیا نیازی است که ما یک ورژنی از اویدنشیالیزم، نمیگم حالا استدلال گرایی قرینه گرایی به معنای رادیکالش، ساحتی که عواطفی که توش هست خیلی پررنگ‌تره، از جهتی که میتونه مفید باشه، از جهتی هم سوگیری های شناختی ما عمدتاً عاطفی هستن، و اتفاقا اینجا عقلانیت آیا اقتضا میکنه که من باید احتیاط معرفتی بیشتری داشته باشم در جایی که تکثر بیشتره به نسبت جایی که اجماع بیشتر؟ دوم اینکه در قلمرویی که عواطف خیلی پررنگتر و درگیرتر هستن، آیا عقلانیت اقتضا نمی‌کنه که من بله بپذیرم در جاهای اتوریته داشته باشم، برای مثال که حوزه قلمرو علم داشته باشم، ولی وقتی پای اخلاق و دین وسط میاد بیشتر مطالبه دلیل می‌کنم؟ شما اشاره کردید، گفتید که زاگرسپسی میگه که توی دین ما چاره‌ای نداریم، ما برای باوری اخلاقی یا دینی چاره‌ای نداریم جز بریم سراغ اتوریته. خب کسی ممکن نتیجه شکاکانه بگیره، بگه که خب نه چاره داری، ما خب چرا پیش‌فرض گرفتید حتما باید باوری اخلاقی یا دینی رو بپذیریم؟ خب نمیپذیریم، یک راه هم اینه دیگه، وقتی یه حوزه اینقدر تکثر داره تو حوزه اخلاق من یا شکاک میشم یا دنبال قراردادگرایی میرم یا یک بالاخره روایتی از اخلاق میرم که نیاز به اون اتوریته اون صورت نداشته باشه. من زیاد پرسم، سوالات دوستان هم میخونم، اگر نکته دارید ممنون میشم مطرح توضیح بدید. یه بحث معرفت شناسی هست، معرفت شناسی اختلاف نظر. زاگرسپی یکی از نظریه پردازه مهم این بحثه، توی همون کتاب معرفت شناسیش که به فارسی با ترجمه خوب کاوه بهبهانی منتشر شده، اونجا یه فصلی داره در مورد اختلاف نظر گسترده. و حالا دقیقا موضوع اخلاق که الان بهش اشاره کردید، یکی از اون موضوعات هست که توش خیلی اختلاف نظر زیاده و در جایی که اختلاف نظر زیاده و شما هر موضعی رو که برگزینید و براش دلایل محکمی هم داشته باشید، به شما گفته خواهد شد که
افراد خیلی بیشتری هستند که از مواضع دیگری دفاع میکنن، از موضع شما دفاع نمیکنن، با شما اختلاف نظر دارن و همتای معرفتی شما هم هستن. یعنی درست مثل شما قوای شناختی اونها هم درست کار میکنه، همتای معرفتی شما هستن و از مواضع اخلاقی دیگری دفاع میکنن. میگه که در این مسئله، در این مسئله اختلاف نظر، که اگر کسی اویدنشیالیست باشه توی اخلاق و هر آرگومنتی بکنه، کانتر آرگومنت های دیگه میاد و آرگومنت اون رو مخدوش میکنه و اون باید دوباره جواب بده، هر موضعی رو که انتخاب بکنه در واقع اختلاف نظر پیش میاد، به دلیلش حمله میشه. در این موضوع اتفاقا میگه جای اتوریته است. میگه برای اینکه شما همون اول یک الگوی ستایش شده رو انتخاب میکنی یا یک اجتماع برگزیده رو انتخاب میکنی و دیگه باورت رو از اون میگیری و یه دلیل محکمی هم داری، اتفاقا دلیلت هم اخلاقیه، اینجا دلیلت هم اخلاقیه، میگه که من او رو، اون الگو رو یا اون اجتماع رو از خودم بهتر یافتم، در این موضوع تواناتر و داناتر یافتم و دارای تجربه های بیشتر یافتم و بنابراین حرف او رو مثلا تو این اختلاف نظر زیادی که تو اخلاق وجود داره، حرف او رو میپذیرم. و میگه که فیصله پیدا نمیکنه، این اختلاف نظر انقدر جدیه تو مسائل اخلاقی، میگه مثلا حالا همین موضوع سخت جنین، دیدگاه های متنوعی وجود داره و به همون اندازه که استدلال های موافقان سخت جنین استدلال های بسیار محکمیه، استدلال های مخالفان استدلال های خیلی محکمیه. و خب آدم باید چیکار کنه؟ بالاخره طرفداری بکنه از سخت جنین یا مخالفت بکنه؟ در موضوعات اخلاقی و در داوری های اخلاقی که این اختلاف نظر گسترده وجود داره، مشاهده میشه و هر دو طرف اختلاف نظر هم همتای عقلی هم هستن، شریک عقلی هم دیگه هستن، در این موضوعات میگه راهگشاست، وگرنه این اختلافات فیصله پیدا نمی‌کنه، که اتوریته راهگشاست. بله. خب حالا سوال من اینه، خب ما موضوع تعلیق داوری هم داریم، قبول دارم توضیح اخلاق خیلی وقتا چاره‌ای به انتخاب نیست، میشون انتخاب ذوقی کنه، ولی چرا ما که پای کارو سخت‌تر بکنیم، پای یک اتوریته رو بیاریم وسط که در واقع کارمون رو سخت‌تر بکنه؟ ما یک جایی هست اختلاف نظر شدیده، ما می‌بینیم دست یک کسی می‌گیریم که بله تحسین برانگیز هم هست، یه سرمون می‌ذاریم، کما اینکه باز مشکل اختلاف نظر همچنان باز عود می‌کنه، کما اینکه کار مفاد شناسی اختلاف نظر روی کرده مخالف اینو میگن یا باید باور رو تعلیق بکنید یا شما پای اتوریته هم بیارید وسط، خب باز نزاع بین انواع اتوریته ها هست. من که من میگم خب نه، من اینجا خودم به صرف تحسین و ذوق و سلیقه خودم این رو انتخاب کردم، که آیا این چقدر میتونه در واقع اتکای خوب باشه؟ سوالش به نظرم بله. ببینید شما گفتید مثلا چون اختلاف نظر وجود داره، با مثال بریم جلو، همین مثلا تو سخت جنین چون اختلاف نظر وجود داره، من اصلا موضع شکاکانه رو انتخاب بکنم، بگم من تعلیق میکنم داوری رو، من اصلا داوری نمیکنم، من نمیگم که سخت جنین خوب یا بده. ببینید زایزفس که هم اول طرحش راجب شکاکیت حرف میزنه، مفصل هم حرف میزنه که این بحثاش توی کتاب معرفت شناسیش هم آمده، راجب شکاکیت صحبت میکنه، دلایل مخالفتش رو با شکاکیت میگه، اینکه ما به بهانه اینکه نمیتونیم به خودمون یقین پیدا بکنیم، همون اول پروژش که گفت ما یقین رو باید همون اول باهاش وداع بکنیم، خداحافظی بکنیم، و بعضی ها میگن خیلی خوب پس حالا که نمیتونیم یقین پیدا بکنیم پس شکاک بشیم، زایزفسکی میگه که گزینه شکاکیت گزینه فضیلتمندانه نیست و ما رو به زندگی خوب نمیرسونه. این برای اینجا هم به درد میخوره این حرف. اگر که توی در جایگاه اختلاف نظر گسترده مثل موضوع اخلاق قرار گرفتیم و بگیم که چون اگر من موضعی رو اتخاذ بکنم، دلیلی هم بیارم، متاسفانه دلیلم خیلی بهش حمله میشه، مخدوش میشه و اصلا من نمیدونم باید چیکار کنم، حالا حرف زایزفسکی رو هم نپذیرم که گفت اتوریته، اجتماع برگزیده، الگوی ستایش شده، برم سراغ شکاکیت، بگم من تعلیق میکنم و شکاک میشم، ایشون میگه که این زندگی فضیلتمندانه نیست.
این ما رو به زندگی خوب نمیرسونه. چرا؟ چون وقتی که شما تعداد باورهات خیلی کم باشه، بهره و نصیب کمی داری از زندگی، چون که سر هر موضوعی که قرار میگیری دست نگه میداری، نمیتونی عمل بکنی، عمل اخلاقی نمیتونی انجام بدی، عاطفه نمیتونی ببرزی، باوری نمیتونی داشته باشی، و اینکه همش در حالت دست نگه داشتن و در واقع محروم کردن خودت از خیلی از موقعیت ها هستی، تو رو به زندگی خوب نمیرسونه. زندگی خوب ایشون میگه که زندگی نیست که ما مثلا مثل کلیفورد بگیم که بیانگرا و اویدنشیالیست مطلق باشیم و بگیم که همیشه همه جا و برای همه کس لازم است که بر پایه شاهد کافی و قرائن کافی به چیزی باور داشته باشه. دیگه اگه ما اینو بگیم تعداد باورهامون خیلی کم میشه و به زندگی خوب نمیرسیم، به زندگی فضیلتمندانه نمیرسیم، همه جا به بنبست میخوریم. زندگی فضیلتمندانه زندگیه که آدم باورهای مورد نیازش رو داشته باشه و بتونه تصمیم اخلاقی بگیره و بتونه عمل اخلاقی انجام بده. فقط هی دائما نگه که من در این مورد هیچ نظری نمیدم، پس بنابراین معلومه که داری میگی که من هیچ عاطفه ای هم نمیورزم، هیچ همدلی ای هم نمیکنم، هیچ عمل اخلاقی هم انجام نمیدم، کنار میشینم. این کنار نشستن زندگی فضیلتمندانه نیست، زندگی خوب نیست. بسیار خوب، ممنون از توضیحاتتون. همیشه یک مشکل دارم، اینه که نمیذارم دیگران صحبت بکنن، سوالاتشون مطرح بشه. من سعی می‌کنم که کمتر صحبت کنم که اشکالات و سوالات دوستانم بشنوم. ممنون از توضیحاتتون. حالا کاش میشد که در وقت جلسه بیشترم بشه، گفتگوی بیشتری صورت بگیره. خب خانم عبداللهی را از دوستان و مدرسین فلسفه هم هستن. بله، چه اتفاقی میفته که انسان تصمیم میگیره الگوی اجتماعی خودش رو تغییر بده؟ آیا اجتماع آیا اجتماع اتوریته را که پذیرفته پس میزند یا احساس میکند با عواطف و شهودش تضاد پیدا میکند؟ علتش چیه؟ چی میشه؟ بله، من گفتم که جابجایی اتوریته ها ممکنه، کما اینکه ما الان خودمون میبینیم که آدم هایی که اطراف ما هستن اتوریته هاشون رو جابجا کردن. مثلا ممکنه که با آدم های برخورد بکنیم که دیگه مثلا اتوریته شون به جای اینکه آلمان دینی باشن، اتوریته شون مثلا روشن فکر هست، یه اتوریته روشن فکر انتخاب کرده بر خودش، به جای اینکه مثلا یک عالم سنتی دینی باشه اتوریتش. ما جابجایی اتوریته ها رو شاهد هستیم. باز دوره اینم بحث توصیفیه، یعنی اینکه داره توصیف میکنه که این جابجایی که اتفاق میفته رو من میخوام از منظر معرفت شناسی توضیح بدم که داره چه اتفاقی میفته و بگم که مجاز هست و معقوله، بر همون اساسی که توضیح دادم، بر این اساس که شخص ستایش میکرده تا یک زمانی او رو به عنوان الگو، ولی ستایشش رو پس میگیره و مجاز هست که این ستایشش رو پس بگیره. یا این اجتماعی که مثلا درش متولد شده تا بزرگسالی توش زندگی کرده و فکر میکرده که خب اجتماع خوبیه، همه چیزم سر جاشه، ولی به این نشه میرسه که کانورت بکنه، اجتماع دیگری، سنت دینی دیگری رو انتخاب بکنه. زایگزسکی میگه این هم پذیرفتنیه، هم موجهه، هم معقوله، به این معنا که دیگه ستایش نمیکنه، دیگه همون سوال وقتی از خودش بکنه اون سوال پاسخ مثبت نمیگیره. سوال بکنه که اگر من به تنهایی بخوام باورهام، عواطفم و اعمالم رو کسب بکنم در مقایسه با اینکه از او آن الگو یا از آن اجتماع بخوام کسب بکنم، کدوم من رو به حقیقت بیشتر نزدیک میکنه و کدوم من رو از احتمال خطا دور میکنه؟ میبینید که این سوال دیگه پاسخش اینه که این نیست که او و اون اجتماع، انگار دیگه مشکوکه توی این مسئله و بنابراین اتوریتش رو تغییر میده، ستایشش رو پس میگیره. حالا احتمالا در اون شخص الگو صداقت، دقت،
فضایل معرفتی رو دیگه مشاهده نمیکنه، یا حتی ممکن رذایل معرفتی مشاهده بکنه. سوگیری، خودشیفتگی، میل به قدرت، همه چیزهایی که ازش به عنوان رذایل معرفتی یاد میکنه زاگزبسکی، میل به قدرت، سوگیری، خودشیفتگی و شتاب زدگی، سطحی نگری، ممکنه که این رذایل رو در اون الگویی که از پیش انتخاب کرده بوده ببینه و بنابراین ستایشش رو پس بگیره. هیچ اشکال نداره ستایشش رو منتقل بکنه به یک اتوریته دیگری، اشکال نداره. منظورم اینه که به لحاظ معرفتی، به لحاظ معرفت شناختی، با منظر معرفت شناختی، این کار موجه و معقول هست. بله متشکرم. خب چون دوست سوال دوستان دیگه هم بود، من سوال از دوستان دیگه هم نخوندم. این سوالی که خانم عبدالله پرسیدن، آقای مرتضوی هم شبیه به این رو پرسیده بودن که من دیگه اشاره نکردم. بذار فکر نکته دیگه ایشون اشاره کردن من توضیحش میدم. خب شما فرمودید که میگه من توصیفی دارم حرف میزنم، به نظر خود شما واقعا داره توصیفی حرف میزنه؟ یعنی واقعا منطقا، حالا که ما که کار به تصنیفش نداریم، شاید بگی من اصلا توصیفی حرف میزنم یا نمیزنم، اینش مهم نیست. به هر حال آیا واقعا توصیفی داره، کاملا داره توصیفی حرف میزنه یا نه؟ از دلش داره هنجار ما میده. وقتی میگه به لازم معرفتی مجازی تغییر بدید، آیا این تجویزی نیست؟ این مجاز معنیش تجویز نیست، معنیش اینه که معقوله، یعنی کار نامعقولی انجام نداده. خب معقولیت مگر بحث هنجاری نیست؟ وقتی ممکن که امری معقوله، در واقع اجماع معرفت شناسان معمولا طور که من دیدم اینه که میگن که بحث معقولیت انگویی بحث نرمتیبیه و در مقابل عدم معقولیت قرار میگیره، یعنی یک کاری به لحاظ عقلی خوب است، یعنی کار من معقوله یا میتونه بایسته باشه یا مجاز باشم. مجاز باشم خب معقولم، وقتی که معقولم یعنی کار خوبی انجام دادم یا دست کم کار بدی انجام ندادم به لحاظ عقلی. یعنی به نظر میرسه که همچنان من در حیطه هنجارها حرف میزنم، چون این جواز باز داریم از جواز معرفتی حرف میزنیم. اگر بخواد صرفا توصیف کنه کلا بحث رو میشه بذاریم بسپریم به دست جامعه شناسی. معقول بودن، آره معقول بودن اینجا به این معناست که این کار رو انجام میدید شما، خب بعد حالا میخواید به صورت ناخودآگاه این کار رو انجام میدید. الان من میخوام که آگاهانش رو، سیر آگاهانش رو براتون توضیح بدم. وقتی که براتون سیر آگاهانش رو توضیح میدم، متوجه میشید که این صرفاً یک میلی نیست که در درون شماست و شما باید تلاش بکنید که برش غلبه کنید. ببینید خیلی چیزا رو مثلا ما داریم ولی بعداً به عنوان یه میل طبیعی، ولی وقتی که آگاهی پیدا میکنیم در حالت ناخودآگاه اونو داریم. وقتی آگاهی پیدا میکنیم یاد میگیریم که باید اونو کنار بگذاریم و تلاش میکنیم که اون کارو کنار بگذاریم، مثل تعصب، مثل پیشداوری، مثل اینکه آدما یاد گرفتن که نژاد پرستی رو بذارن کنار. شاید به عنوان یه میل طبیعی گرایش داشتن به سفیدپوستا، دوست داشتن سیاه‌پوستا رو، یا آدما مثلا شاید بشه به عنوان یک میل طبیعی آدمای سالمو دوست دارن، معلولان رو دوست ندارن، خوششون نمیاد از معلولا، یا مثلا مردا رو ترجیح میدن به زنها، یا چیزای دیگه. این سوگیری هایی که آدما به عنوان میل طبیعی در گذر این تاریخ و سنت درشون شکل گرفته. خب حالا بعدش که آگاهی پیدا میکنن، مثلا توسط فیلسوفان اخلاق آگاهی پیدا میکنن، متوجه میشن که باید غلبه بکنن بر اون میلشون. اون میلشون اشتباه بوده، باید غلبه بکنن، باید تصحیحش بکنن. نژادپرستی بذارن کنار، سالم سالاری بذارن کنار، مرد سالاری بذارن کنار، زن ستیزی بذارن کنار. حالا در مورد این، یعنی معقول نیست این کارا، متوجه میشن که اینا معقول نیست. حالا در مورد این میگه که شما به صورت طبیعی هم میل دارید به اتوریته و تقلید کردن، همین کار انجام میدید به صورت ناخودآگاه، این کار انجام باورهاتون تعداد بسیار زیادیش و عواطفتون و اعمالتون از دیگران گرفتین، تک تک براش استدلال ندارید، از دیگران گرفتین، دیگرانی که بهشون اعتماد داشتین. خب این فعلا پروسه ناخودآگاهشه. وقتی که میاد توی آگاهانش، من معرفت شناس میخوام که آگاهانش رو به شما بگم، میخوام بگم که
اصلا دچار عذاب وجدان نشید و اصلا خودتون سرزنش نکنید و سعی نکنید بر این میل طبیعی غلبه بکنید، چون این معقوله و پذیرفتنیه و مجازه. از به نظر شما همچنان بر حوزه توصیفه؟ بله بله، من فکر میکنم توصیفی حرف میزنه و خودم هم تا حد خیلی زیادی همدل هستم باش. من وقتی که میخوام کلیفورد رو با جیمز مقایسه بکنم، کلیفوردی که میگه همه چیز خطاست مگر اینکه خلافش ثابت بشه، و جیمزی که میگه همه چیز صادقه مگر اینکه خلافش ثابت بشه، من میبینم که ما تو زندگی بیشتر جیمزی زندگی میکنیم تا کلیفوردی. و بله. اصلا اگر بخوایم کلیفوردی زندگی بکنیم، انگار زندگیمون نمیگذره و برای تک تک باورهای پایه و بنیادیمون نیاز به استدلال داریم. و خب وقت کی ما پس زندگی بکنیم؟ انگار همیشه باید مشغول بحث فلسفی باشیم، پس کی عمل بکنیم و کی زندگی بکنیم؟ من احساس میکنم که بیشتر حق با مثلا یه فیلسوفان نرم ذهن، بهشون میگن نرم ذهن، یعنی مثلا در برابر اون فیلسوفان سخت ذهن مثل کلیفورد ما میتونیم به اینا بگیم نرم ذهن، به ویلیام جز میتونیم بگیم نرم ذهن، به لینا زاگزبسکی میتونیم بگیم نرم ذهن. ما فکر میکنم بیشتر ما مطابق اینا زندگی میکنیم، ولی خب خیلی ادعای سخت ذهنی داریم. بله. بعد حالا چون من بعضی از نکاتی که دوستانم میگن سعی میکنم که اشاره بکنم، حالا تا اینکه نکته دوستان رو بگم من پنجشیش دیگه فرصت نداریم. خانم دکتر، خب این گفت این نزاعی هم که بین کلیفورد و جیمز هست، حالا ما شما رو در واقع دعوت کردیم، قرار شده شما نماینده خانم زگزیفسکی باشید، هر اشکالی به ذهن اون بیستیم میخواییم از شما بپرسیم. باز اینگار به نظر میشه که اونا صرفا در حوزه توصیف نبودن، ولی فارغ از اینها من این قسمتش خیلی همدلم، یعنی اینگار عقل متعارف، انسان نرمال و متعارف اینطور زندگی میکنه. البته من اون چون که دیدم بدیل و آلترنتیو قرینه‌گرایی لزوماً ناقرینه‌گرایی به شکل جیمزی یا زاگزبسکی هم که نباشه، میشه اون زمینه‌گرایی، یعنی قرینه‌گرایی زمینه‌گرا هم باشه، یعنی حد میانه‌ای باشه، که فکر میکنم این مجال این بحث نباشه، انشاءالا در یک فرصت دیگری. من یک سال دیگه هم بپرسم و دیگه وقت زحمت کنی. من چند تاشو میخونم دیگه، شما خودتون میخواید اهم مهم کنید. یکی از دوستان گفتن که مگه چه ایرادی داره اصلا فوقش هم ما به یک زندگی پر از تردید برسیم، اینکه خانم زگزبسکی این رو بانه که تذیرت معرفی میکنه چه اشکالی داره، یعنی آیا واقعا اتفاق بدیه؟ بعد یک سال دیگه دوست دیگه‌مون، میتونیم بعضی موقعیت‌ها کلیفوردی باشیم، بعضی موقعیت‌ها جیمزی، بسته به تجارب رو میگم، بسته به موقعیت، هم بسته زمینه‌گیرای بفهم که این بحث مفصلی بشه. خب میخواید خودتون هم مهمی بکنید و بیش از این وقتونه. بله، خواهش میکنم. دوستان عزیزمون که با ما همراه هستن هم دیگه یواش یواش دارن خسته میشن، حالا ما گرم گفتگو هستیم، حواسمون نیست که چقدر گوش کردن سخته. بله. همینجا هم خیلی تشکر میکنم از همه عزیزانی که همراه بودن و همطور از بقیه دوستانی که حالا بعدن این ویدیو رو تماشا میکنن. از همتون متشکرم و دوستانی که تو بحث شرکت کردن. عرض کنم که آره، خب اشکالی نداره، یه سری بالاخره دیگه شکاکیت رو انتخاب میکنن. ولی از زایزوفسکی همونطور که توضیح دادم با زندگی خوب فاصله داره و یه جاهایی هم نمیشه، کما اینکه اون شکاکان یونانی وقتی که خیلی شک میکردن به همه چی، بعد میرفتن از صخره میافتادن پایین میمردن، چون دیگه وقتی که خیلی شک کنی دیگه زندگی عادی و روزمره‌ت هم نمیتونی انجام، اصلا زندگی خوب نمیخوایم، زندگی عادی هم نمیشه آدم انجامش بده اگه بخواد واقعا شکاک باشه و همش با تردید بخواد زندگی بکنه. یه زندگی زیستای مانای طبیعی هم نداره دیگه، چه برسه به زندگی خوب و فضیلتمند داره. و همینطور در بزنگاه‌های اخلاقی، در بزنگاه‌های اخلاقی عرض کردم اون انسانی که شکاکه
دیگه می ایسته، هیچ تصمیمی نمیگیره. حالا الان بچه داره غرق میشه، بپرم نجاتش بدم یا ندم؟ شما با موضع شکاکیت اخلاقی هیچ کاری انجام نمیدید و اون بچه غرق میشه. یا مثلا مادر تو بیمارستانه، اتانازی انجام بدم یا ندم؟ اگر دست نگه دارید مادر به مرگ طبیعی میمیره و در واقع شما انگار بازم انتخاب کردید، همون حرفایی که در واقع ویلیام جیمز میزنه، میگه خیلی موقع ها عملا هم نمیشه شکاک بوده. وقتی بچه رو نجات ندی یعنی ندادی. شکاکیت خیلی موقع ها به معنای انتخاب طرف نه، یعنی من دارم نه رو برمیگزینم، من بچه رو نجات نمیدم، من مادر رو اتانازی رو انجام نمیدم، حالا ولو اینکه هنوز سرگرم بحثم یا هنوز شک دارم. خیلی موقع ها عملا اصلا موضع شکاکیت توی انتخاب اخلاقی ما معنایی نداره و شما وقتی که دست نگه دارید موضع شک رو انتخاب بکنید یعنی موضع نه رو انتخاب کردید. بسیار ممنون، خیلی خیلی ممنونم خانم دکتر، من واقعا ازتون ممنونم. من به شما عرض کردم که 1 ساعت ولی خب بیشتر وقتتون رو گرفتیم. از همین عزیزان هم ممنونیم، واقعا وقت گذاشتید و خیلی با صبر و حوصله و با بیان خوبتون برای ما توضیح دادین. به عنوان اون نکته آخر، حالا دوستانم سوال پرسیده بودن و شما پاسخ دادید به درستی، خانم زکزرشی هم میگن که ما یه خط قرمز داریم و اون همین زندگی خوبه، ما نمیتونیم تئوری بدیم که نتونیم زندگی بکنیم، انگار اصل مفروض ما اینه که بتونیم زندگی بکنیم، یک زندگی خوبی داشته باشیم. حالا این گفتگوهایی که حالا اینجا رخ میده، حالا من شاید مخل بشم ولی اینکه از شما استفاده کردیم واقعا میتونه از مؤلفه های زندگی خوب برای ما باشه که این بحث ها مشارکت بکنیم. بازم ممنونم از خانم دکتر نعیمه پور محمدی، استادیار دانشگاه، مترجم، مؤلف در حوزه فلسفه دین. ارادتمند شما، اگر صحبت سخنی هست بیشتری. خواهش میکنم، درود بر شما، از شما و دوستان عزیز در سایت محترم صدانت تشکر میکنم و از دوستانی که امشب با ما همراهی کردن، درود بر شما، زنده باشید. خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون. از دوستان خدا حافظی میکنم، خدا نگهدار.